برای بررسی آخرین اخبار همراه هستیم با همکارم بابک اسحاقی از صفات مرز اسرائیل با لبنان. بابک، آخرین تحولات از جنگ رو از تو بشنویم، همینطور الان وضعیت در مرز لبنان به چه شکله؟ اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم از مذاکراتی که برای آتش‌بس برقرار هست و آنچه که در شمال و جنوب اسرائیل می‌گذرد، باید گفتش که تشدید جنگ و تنش‌ها و افزایش زد و خوردها بسیار بیشتر از احتمال پیشرفت آتش‌بس هستش. اگر در پشت سر من بتونید ببینید، ما هم اکنون در مرز لبنان هستیم، در بالای اون کوهی که بلندترین کوهی که در اونجا هستش، کوه مقام، یکی از بزرگترین پایگاه‌ها و رادارهای اصلی اسرائیل قرار داره و حزب الله لبنان از دیروز چندین بار تلاش کرد که به این پایگاه موشک اندازی بکنه و در مقابل هم اسرائیل بسیاری از مواضع حزب الله لبنان را مورد هدف قرار داد. از صبح امروز ارتش اسرائیل میگوید که اهداف بسیار زیادی در داخل لبنان مورد حمله قرار گرفته. یکی از حملات سنگین و بسیار جدی اسرائیل در از صبح امروز تا کنون رقم خورده. هنوز از خسارات و تلفات در رابطه با آنچه که امروز صبح گذشته اطلاعی در دست نداریم. حزب الله لبنان هم تا کنون چندین بار، همانطوری که گفتم، موشک هایی به داخل اسرائیل پرتاب کرده. اما در حال حاضر در جنوب اسرائیل هم جنگ به شدت ادامه داره و نبردها در داخل خان یونس شدت گرفته. خان یونس درست در جایی هستش که در حال حاضر تحت تسلط ارتش اسرائیل هستش، محاصره شده، و اما هنوز گروه‌های بزرگی میشه گفت از افراد حماس با ارتش اسرائیل مقابله میکنن. امروز صبح ارتش اسرائیل اعلام کرد که عملیاتی را در داخل بیمارستان ناصر، یکی از بزرگترین بیمارستان‌های نوار غزه، آغاز کرده تا به گفته خود ارتش اسرائیل بسیاری از گروگان‌هایی که ممکن هستش که کشته شده باشد و جسدشون اونجا باشه را پیدا بکنه و همچنین برخی از افراد نظامی حماس را که از 7 اکتبر تا کنون پس از کشتار در اسرائیل هنوز در اونجا به سر می‌برند. هنوز این عملیات در بیمارستان ناصر ادامه داره. متشکرم از توضیحاتت بابک اسحاقی از صفات مرز اسرائیل با لبنان.